فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده‌ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده‌ای حیات جاویدان دهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم، و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می‌دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می‌دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده‌ای. من برای آنها دعا می‌کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده‌ای دعا می‌کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی‌مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می‌آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده‌ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنها نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینن. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانن که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته‌ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.